سلام، به خبرش هش خوش آمدید. امروز جمعه 29 ماه قوس سال 1398 هجری خورشیدی است. در آغاز هر خط چند خبر. تلاش های ایالات متحده آمریکا برای برقرار ساختن یک آتش بس و آغاز گفتگوهای میان افغانان. بعد از اینکه توافقنامه امضا شود، طالب حاضر به اعلان آتش بس هستند. آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات برای اعلام نتایج نخستین و خواست دسته های انتخاباتی برای به کیفر رسانیدن تقلب کاران. سبا مو کولی شو په مجموع کې د ابتدایي نتیجې دپاره د دغه ولایتونو کلي ګزارش کمیسیون ته وړاندې. نامزد شدن گروه بانوان ماین رو برای جایزه جهانی کنترل اسلحه. ای یک راه آوردن از صلح است. ما کوشش میکنیم در وطن ما صلح بیایه و با آرامش زندگی کنیم. جا گرفتن زعفران افغانستان در جایگاه نخست در جهان از بحر کیفیت عالی. و خواست ایران از ژاپن برای حفظ توافقنامه هسته ایران با غرب. و شروع خبرها. منابع نزدیک به گروه طالبان میگویند که امریکایان بر طالبان فشار می آورند تا برای آتش بس و نیز آغاز گفتگوهای میان افغانان پیش از توافق صلح با امریکا آماده شوند، اما طالبان این خواست را تا کنون نپذیرفتند. در همین حال معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید تا هنگامی که آتش بس نشود و چگونگی روابط طالبان با پاکستان روشن نگردد، رسیدن به صلح واقعی ناممکن خواهد بود. از سوی دیگر جو بایدن نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز بر گفتگو با طالبان تاکید می‌ورزد و میگوید که اگر در این انتخابات پیروز شود، شمار زیاد از سربازان آمریکایی را از افغانستان بیرون خواهد کرد. مسعود انصار گزارش می‌دهد. جو بایدن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مناظره حزب دموکرات گفته است که اگر در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شود، وی از کاهش چشمگیری سربازان آمریکایی از افغانستان پشتیبانی خواهد کرد. نخستین کاری که همچون رئیس جمهور انجام خواهم داد این خواهد بود که اطمینان یابیم نیروهای جنگی ایمان را به خانه هایشان برگردانیم و با طالبان وارد گفتگو شویم، اما شمار کوچکی از نیروهای ویژه ایمان را نگه خواهیم داشت تا با تهدیدها رویارویی کنند، مگر اینکه به یک توافق واقعی این گفتگوها برسیم. در همین حال حکومت افغانستان میگوید یگانه چیزی که میتواند صلح را در افغانستان تامین کند برقراری آتش بس، پرداختن به پناهگاه های امن طالبان و نیز روشن شدن چگونگی رابطه طالبان با پاکستان خواهد بود. برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر بنیاد طرح رئیس جمهور آتش بس، پرداختن به پناهگاه امن، واضح ساختن رابطه پاکستان با طالبان و تعهد واقعی پاکستان برای صلح افغانستان از مباحث مهم است که زمینه ها را برای گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان با طالبان فراهم میکنه. از سوی دیگر منابع نزدیک به طالبان میگویند که امریکایی ها بر طالبان فشار می آورند که طالبان به آتش بس و نیز آغاز گفتگوهای میان افغانان آماده شوند، اما طالبان تا کنون این خواست را نپذیرفتند. بعد از اینکه توافقنامه امضا شود، طالبان حاضر به اعلان آتش بس هستند، اما قبل از امضای توافقنامه تا به اکنون موقف طالبان امیست که حاضر به آتش بسی عمومی نیستن. دو ډیر مهم زمایم سی امریکا په خپل وروستي پړاو خبرو کې طالبانو ته وړاندې کړي، یو دی د عمومي اوربند باسته، دویم دی افغان حکومت سره نیخ په نیغه خبرې دي. در همین حال معاون شورای عالی صلح میگوید که شماری از فعالان سیاسی در دیدار با زلمه خلیلزاد گفتند که گفتگوهای صلح را با طالبان باید حکومت به پیش ببرد که انتخابات را به گونه شفاف برده باشد. نتیجه معلوم شود و نتیجه پاک نتیجه معلوم شود، باز اونا صلح را چیز کنند، سر موضوع صلح گپ بزنند که کی رئیس جمهور میشه، باز اون گپ خدا بزنه. زلمه خلیلزاد پس از دور تازی گفتگوها با طالبان 3 روز پیش به کابل آمد
و با رهبران حکومت و نیز شماری از سیاستگران افغانستان دیدار و گفتگو کرد. کمیسیون مستقل انتخابات از احتمال اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری به روز یک شنبه خبر می دهد. رئیس دبیرخانه این کمیسیون می گوید که روند بازشماری آرای 7 ولایت پایان یافته و با درج نتایج بازشماری آرای ولایت های بغلان، بدخشان و فاریاب در سامانه اطلاعاتی کمیسیون انتخابات نتایج نخستین انتخابات اعلام خواهد شد. از روی همبرخ از دسته های انتخاباتی می گویند که با روشن شدن نتایج بازشماری آرا، کمیسیون مستقل انتخابات باید دسته های انتخاباتی را که بیشترین تقلب را در انتخابات انجام دادند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند. زهرا رحیمی گزارش می دهد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که بازشماری آرای 7 ولایت باقی مانده به پایان رسیده است و با درج برگه های نتایج ولایت های بدخشان، بغلان و فاریاب که به تازگی به کمیسیون مستقل انتخابات رسیدند، دبیرخانه این کمیسیون گزارشش را به اعضای کمیسیون مستقل انتخابات خواهد سپرد و تا روز یکشنبه کمیسیون آماده است که نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کند. د درې ولایتونو ریزل شټونه شدل تر رسیدلی دا تطبیق کو او د دې انټیک او سکن او انټری پای ته ورسو تر څو سبا موږ وکولې شو په مجموع کې د ابتدایي نتیجې لپاره د دغه ولایتونو کلی گزارش کمیسیون ته وړاندې کړو. از سوی دیگر دسته های انتخاباتی که در نظارت از بازشماری آرای ولایت های پنجشیر، بدخشان، بغلان، سرپل، فاریاب، جوزجان و تخار حضور داشتند میگویند که باید تیم های انتخاباتی که بیشترین تقلب را انجام دادند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. تا زمانی که آرای تقلبی پاک نشود و اطمینان مردم حاصل نشود و طبیعتا ما نتایجی که اعلام میشه برای ما قابل قبول نیست. این اصل بنیادی و اساسی ماست. خواست ما از کمیسیون انتخاباتی است کسانی که مرتکب جرایم انتخاباتی شدند، اون نامزدان ریاست جمهوری که مرتکب جرایم انتخاباتی شدند از لیست نامزدان حذف کردیده به جهت مؤاخذه به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کردند. در همین حال سرور دانش معاون دوم دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی از کمیسیون انتخابات می‌خواهد که به زودی نتایج نخستین انتخابات را اعلام کند و دسته های انتخاباتی نیز به آن احترام بگذارند. بیشتر از دو ماه است که هم کمیسیون ها و هم آرای مردم، شما مردم به یک شکلی به گروگان گرفته شده. با این همه دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله و رحمت الله نبیل می گویند که آرای 27 ولایتی که ناظران این دسته های انتخاباتی در آن حضور نداشتند باید دوباره بازشماری شوند. اما دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار خواهان بازشماری مجدد آرای 34 ولایت است و روند بازشماری آرا را تحریم کرده است. معاون دوم رئیس جمهور می گوید که روند سال پیچیده تر از جنگ است و هرگاه با این روند محتاطانه برخورد نشود کشور به جنگ دیگری خواهد رفت. محمد سرور دانش می گوید که طالبان به گونه واقعی به صلح باور ندارند و اگر این گروه آتش بس نکند مردم بر آنان اعتماد نخواهند کرد. اما درباره انتخابات این مقام حکومت می گوید که کمیسیون مستقل انتخابات هرچه زودتر نتیجه نخستین انتخابات را باید اعلام کند. گلاب‌الدین غبار گزارش می‌دهد. جشن فراغت دانشجویی در کابل. معاون دوم رئیس جمهور در این نشست می‌گوید که مذاکرات صلح به محوریت دولت افغانستان خواهد بود و این می‌افزاید که طالبان به گونه واقعی به صلح باور ندارند. صلح به مراتب پیچیده‌تر و دشوارتر از جنگ است. اگر از دقت و احتیاط لازم کار گرفته نشود ممکن است ما یک بار دیگر به نام صلح به پرتگاه جنگ دیگری کشانده شویم. ما او کسایی که خواب برگشتاندن امارت در افغانستان میکنند برشان به صراحت میگیم او خواب و خیال برای همیشه دفن تاریخ شده و هرگز برگشت نخواهد کرد. آقای دانش می افزاید که انتخابات ریاست جمهوری از انتخابات های شفاف در افغانستان است و کمیسیون مستقل انتخابات نباید بیشتر از این اعلام نتایج نخستین را به تأخیر بیاندازد. هر شخصی که شکایت های هم داشته باشد کمیسیون شکایات انتخاباتی مرجع قانونی رسیدگی به شکایات است و همه می توانند شکایات خود را به این مرجع قانونی ایراد.
بیش از یک ماه می شود که اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری به علت اختلاف ها بر سر 300 هزار رای منازعه برانگیز به تأخیر افتاده است. یک گروه 20 نفری بانوان ماین روب در بامیان نامزد جایزه جهانی کنترل اسلحه شده. این نخستین گروه مانروبان زن در افغانستان است که از 2 سال بدین سو در بامیان فعالیت دارد. یک عضو این گروه میگوید که او با انگیزی رسیدن به صلح مانروبی میکند. در این باره هم گلاب‌الدین غبار گزارش آماده ساخته. زهرا رضایی از 2 سال بدین سو عضو گروه ماین روبان در بامیان است. میگوید که 1 سال تمام به کشزارهای ماین رفت و برای نجات جان دیگران ماین روبی کرده است. زهرا اکنون 1 سال می شود که مسئولیت آگاهی دهی به مردم را از خطرهای ماین دارد. این گروه نامزد جایزه جهانی سال 2019 نهاد به نام کنترل اسلحه شده است. ام کار بکنیم، من بفهمنم بر مردم خود، به وطن خود و به دیگر را که ای یک راه آوردن یا صلح است که ما کوشش میکنیم در وطن ما صلح بیایه و با آرامش زندگی کنیم. این گروه ماین روب در بامیان از 20 بانو ساخته شده است و این گروه می کوشد تا آخرین بقایای میراث 14 جنگ را از دل زمین در بامیان بیرون بکشند. با برکت و کمک اینها بوده که چندین ماین از خانه مردم ها بیرون کشته شده و توسط تیم ماین پاکی از بین برده شده. 10 نهاد و گروه از بخشای گوناگون جهان به شمول بانوان ماین روب افغانستان نامزد این جایزه هستند. وقتی که دختران جوان ما، زنان ما این شهامت و قهرمانی را از قول نشان میدم و کمر بسته میکنم، میرن در مرجع ماین پاکی در اونجا کار میکنم و جان هزارها انسان از خطر و از مرگ نجات میدم، این افتخار بزرگی است. این 10 نامزد هر یکی با دست آوردن رأی بیشتر فرصت و پشتیبانی بیشتر را برای برنده شدن به دست می آورد. شمار از شهروندان کشور به ویژه هلمندیان در روزهای رخصتی به ولسوالی گرشک می روند و به جشن و سرگرمی می پردازند. هرچند که برخی از بخش های این ولسوالی ناامن هستند، اما کسانی که سرگرمی را دوست دارند می گویند که ماهی پزی های گرشک و ماهی های دریای هلمند پایانان را به گرشک می کشاند. عبدالله حمیم از هلمند در این باره گزارش فرستاده. شهرت ماهی های گرشک هلمند را هر کسی که از این مسیر می گذرد می داند. روزهای رخصتی و بیجه روزهای جمعه این بخش گرشک میزبان تفریح دوستان است که از هلمند و هرات و کندهار می آیند. مایان خود دیر مشیر در گرشک مایی. شه خوندار دی، شه لکس دی، شه خرید لری. انور خود اپریش، انور خود خوندار دی، خرید نلری. هرات خلق راضی، در کندهار راضی، در لشکرگاه راضی، در کابل راضی. کسانی که به گرشک آمدند میگویند که از بحر تفریح و سرگرمی اینجا را برگزیدند. پزنگر روزو که جمعه یا رخصتی پداش روزو که دیر از این دی حدث که چی خمه خزنده جمعه پارت را ورسی او خمایان تا در مایان و میلاد در گرشت و رسوالی مایان چی دی در پنام دی. رئیس زراعت هلمند میگوید که نزدیک به 700 فارم پرورش ماهی نیز در اینجا ساخته شده است. در دیر لسوا تنی وی کال در همال در میشت پوری به نوش تولید در مایانو تقریبا 1500 متریک تون اتوار سیجی چی در پر دیر رولار کچ بندی تولید دید. هرچند که هلمند از ولایت های ناامن است و بخشهایی از گرش نیز گواهی این ناامنی هاست، اما شهرت ماهی های دریای هلمند و تفریح و سرگرمی پای مردم را به اینجا می کشانند. ادامه خبرها. رئیس جمهور ایران در سفرش به توکیو از نخست وزیر ژاپن می خواهد که برای حفظ توافقنامه هسته ایران با غرب تلاش کند. همزمان با این سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان از ایران خواسته که به میز گفتگو حاضر شود، اما ایران میگوید که هرگز مذاکره با تهدید شمشیر را نمیپذیرد. از سوی هم وزیر خارجه آمریکا از تحریم های تازه بر مقام های کنونی و پیشین ایران خبر میدهد.
رئیس جمهور ایران در دیدار با نخست وزیر ژاپن در توکیو بیرون شدن امریکا را از توافقنامه هسته‌ای نکوهش می کند. خروج یک جانبه و غیر قانونی آمریکا را از این توافق محکوم می کنیم و امیدواریم همه کشورهای جهان از جمله ژاپن برای باقی ماندن برجام تلاش خودشان را انجام بدهند. از سوی دیگر سفیر امریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران می خواهد تا اختلافهایش را در میز مذاکره حل کند. اما ایران می گوید تا هنگامی که تحریمهای امریکا برداشته نشوند، تهران با واشنگتن مذاکره نخواهد کرد. ایالات متحده امریکا مایل است تا با ایران گفتگو کند تا صلح و امنیت جهانی به میان آید. اما اگر ایران به بی‌ثبات‌سازی در منطقه ادامه دهد، ما بیکار نخواهیم نشست. ما هر آنچه در توان داریم برای مهار رفتار بد ایران انجام خواهیم داد و از همکارانمان در شورای امنیت می‌خواهیم که همین کار را انجام دهند. خواست امریکا برای گفتگو همزمان با اصرار فشار حداکثری در برابر مردم ایران پذیرفتنی نیست. ایران زیر تهدید شمشیر مذاکره نمی کند. همزمان با این وزیر خارجه امریکا از تحریم‌های تازه بر مقام‌های کنونی و پیشین ایران که به گفته امریکا حقوق بشر را در ایران نقض کردند خبر می‌دهد. مایک پومپیو می‌گوید که امریکا دادن ویزا را برای مقام‌های ایرانی و خانواده‌هایشان محدود کرده است. چند گزارش های کوتاه از جهان. اعتراض های گسترده در برابر قانون تازه شهروندی در دهلی نو امروز نیز ادامه داشتند. پلیس برای جلوگیری از گسترش این اعتراض ها خدمات اینترنتی را در بخش های از دهلی نو قطع کرده است و ممنوعیت برگزاری اعتراض ها را نیز اعلام کرده است. از آغاز این اعتراض ها تا کنون 8 تن جان باختند و بیش از 1200 تن دیگر از سوی پلیس بازداشت شدند. ششمین مناظره درون حزبی دموکرات ها برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده امریکا در لس آنجلس برگزار شد. هرچند 7 نامزد دموکرات در بسیاری از مسائل با هم اختلاف داشتند، اما همه این نامزدها ادامه ریاست جمهوری ترامپ را در دور آینده غیر قابل تحمل می دانند. در ادامه آتش سوزی ها در نیو ساوت ولز استرالیا، مقام های این کشور می گویند که بیش از 800 خانه و 3 میلیون هکتار زمین جنگلی سوختند. صدها تن از کارمندان آتش نشانی از زمین و هوا در تلاش مهار این آتش سوزی هستند. چند خبر اقتصادی. برای هشتمین بار زعفران افغانستان با کیفیت ترین زعفران جهان شناخته شد. اتحادیه زعفران کاران میگوید که بر بنیاد ارزیابی های انستیتیوت ذائقه در بلژیم، زعفران افغانستان از بهره داشتن کیفیت عالی بهترین زعفران جهان شناخته شده. از سوی هم وزارت زراعت و آبیاری میگوید که برای بهبود کیفیت زعفران کشور برنامه های توسعه‌ای در حال عمل شدن هستند. ذبیح الله جهانمل گزارش میدهد. هرچند از ترویج کشت و برداشت زعفران در افغانستان دیری نمیگذرد، اما در حال حاضر زعفران کشور به علت کیفیت بلند آن در بازارهای جهانی از جایگاه ویژه‌اش برخوردار است. همه ساله خوشبختانه بگم در روند توسعه کشت زعفران و در بیبود بخشیدن به کیفیت زعفران افغانستان فعالیت های زیادی انجام شده که خوشبختانه اگر امروز مقایسه کنه نسبت به 30 سال پیش یا دقیقاً بیشتر از این ما نگاه میکنین که تغییرات بسیار زیاده بزرگ در صنعت زعفران افغانستان رونما گردیده. کشت زعفران در بسیاری از بخش های کشور امکان پذیر است و حتی بر بنیاد اطلاعات وزارت زراعت در شماره از ولایت ها زعفران افغانستان تا 5 برابر حاصلات بیشتر میدهد. اکثریت زعفران کشور که در جریان سال جاری در لابراتوارهای معیاری ما مورد آزمایش قرار گرفته، کیفیت یا بالاتر از استانداردهای بین‌المللی تثبیت شده و در حال حاضر زعفران افغانستان از نظر مرغوبیت و کیفیت بهترین زعفران جهان است. در حال حاضر بهای 1 کیلوگرم زعفران کشور در بازارهای داخلی تا 90,000 افغانی است و به گفته وزارت زراعت و آبیاری، بزرگترین خریداران زعفران افغانستان در منطقه عربستان سعودی، هند و شماری از کشورهای اروپایی هستند.
به شمار از باشندگان منطقه شیرپور با انتقاد از شهرداری کابل بگویند که در 7 ماه گذشته نتوانسته کار ساخت در حدود 1.5 کیلومتر جاده را در این بخش پایتخت تمام کند. آنان میگویند که کوچه ششم سرک 15 وزیر محمد اکبر خان تنها راه است که برای رفت و آمد باز است، اما کار ساخت این جاده از نزدیک به 7 ماه به این سو ناتمام مانده. شهرداری کابل میگوید از اینکه این جاده در ساحه سبز قرار دارد در جریان روز اجازه کار را ندارند، در شب هنگام هم این جاده بسیار مزدحم است و زمینه کار فراهم نیست. نخستین دور رقابت‌های مقدماتی انتخابی مردان بولینگ امروز در شهر کابل آغاز شد. در این دور رقابت‌ها بیش از 50 بازیکن شرکت کردند. بولینگ لوبه سیده لگه یو سلسله پا افغانستان که لگه نوی رواج سویده او بیره او خلوبه ده او بل پا رقابتونو که هم منگه دیر تنه خوشحاله و دیر خ دوستانه رقابتونه لرون. امید میده است که بتیم ملی را پیدا کنم در مسابقاتو که از خارج از کشور برگزار میشه. با کشور خود افتخار بیاریم. این پیکارها در 3 دور پیهم پیگیری شد. در پایان 8 چهره برتر روحی دیدار نهایی شدند. دیدار نهایی جمعه هفته پیشرو برگزار خواهد شد. فدراسیون ملی بولینگ افغانستان قرار است این دور مسابقات را 3 دور برگزار بکنه. پس از 3 دور برگزار شدن این مسابقات ما 12 چهره را در بخش آخرین به عنوان شناسایی میکنیم. گفتنی است که این رقابت‌ها روز گذشته در بخش بانوان نیز برگزار شد. کارگاه آموزشی پینگ پانگ تحت نام جنسیت من قوت من روز گذشته با اشتراک شاگردان 4 مکتب در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش کشور برگزار شد. در این کارگاه آموزشی یک روزه مکاتب نسوان بی بی زینت الکبرا، عبدالرحیم شهید، سید شهدا و اسماعیل حسنزی اشتراک کرده بودند. هدف برگزاری این کارگاه آموزشی بلدیت متعلمین مکاتب با ورزش پینگ پانگ گفته شده است. نیلامی بازیکنان برای رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند به پایان رسید. در این نیلامی 7 بازیکن تیم‌های ملی کرکت کشور برای به امتیاز خریدن در فهرست قرار داشت، اما تنها 2 بازیکن آن ظاهرخان پکتین و نور احمد به نیلامی گذاشته شدند که از سوی هیچ تیم به امتیاز خریداری نشدند. رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند در ماه اپریل سال 2020 میلادی با شرکت بازیکنان صاحب نام جهان برگزار می‌شود. برای آگاه شدن از تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان به 4-5-6 به تماس شوید و سپس کلید 1 را دوباره فشار دهید. وقت بخیر.